سالانه در برنامه های مختلف تبادل مؤثلین و استادان افغان در میان دو کشور ایالات متحده و افغانستان تعداد کثیری از مؤثلین و استادان افغان به ایالات متحده می آیند و در عرصه های مختلف برای کسب تجربه آموزش می بینند. در برنامه امروز یک تن از استادان افغان را با خود داریم تا در مورد برنامه ای که آنها تحت آن در ایالات متحده هستند به شما معلومات بدهند. محترم عبدالرؤوف اجمل، استاد فاکولته ژورنالیسم پوهنتون کابل با ما هستند. آقای اجمل سلام بر شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه سلام بر شما همچنان به بیننده شما ممنون شما. ابتدا کمی در مورد برنامه که تحت از او شما و تعداد دیگه از مؤثلین افغان در امریکا هستین معلومات بدهید. البته این برنامه یا سفر کوتاه مدت بر اساس برنامه یا پروژه صورت میگیره که میان پوهنتون کابل و پوهنتون نبراسکا به ویژه پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل انجام میشه که تمویل کننده از این برنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا است و هدف اصلی این برنامه روی دو محور میچرخه، یکی ارتقای ظرفیت و دوم هم تبادل نظر و بحث پیرامون کروکلم درسی یا نصاب درسی که در پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل ما داریم. بله، مدت زمانی سفر چقدر است و شما بالفرض در بخش فاکولته ژورنالیسم که شما در اونجا در پوهنتون کابل تدریس میکنین از پوهنتون نبراسکا چه چیزایی را آموختین که میتونین در سیستم تحصیلی در افغانستان تطبیق کنین؟ البته باید بگویم که این برنامه 3 سال پیش آغاز شده، یعنی از سال 2010 آغاز شده. در جریان 3 سال گذشته 4 دوره از استادا که تعدادشون مجموعاً از پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل بعد 12 نفر میرسه اینجا سفر کردن و این برنامه در هر 4 مرحله متفاوت بوده. وقتش یک زمان 1.5 ماه بوده، یک زمان 2 ماه بوده و این برنامه ما 3 ماه هست که 3 نفر از استادا دعوت شدن اینجا. بیشتر ما با استادا 6 تیم صحبت کردیم در پوهنتون نبراسکا در پوهنتون ژورنالیسم شان و تبادل نظر کردیم، بیشتر از تجربیاتشان تجربیات خود با اونا در میان گذاشتیم، از اونا رو ما گرفتیم و به گونه سعی خلق کردیم ببینیم که چه چیزهای خوبتر را اینا دارن که ما بتانیم بر اساس امکانات خود ما بتانیم در کابل در پوهنتون ژورنالیسم ما خود ما تطبیق کنیم که زیاد چیزها را البته ما از اینا آموختیم. بله، فکر میکنم معمولا وقت صحبت از تحصیلات عالی در افغانستان میشه یکی از شکایات ایست که نصاب تحصیلی نصاب قدیمی است که استفاده میشه، کتب به سطح جانی اگر مقایسه شود معمولا بروز نیست، معلوماتی که تدریس میشه به مؤثلین. شما تا چه حد با این طرز برداشت عمومی در قبال سیستم تحصیلات عالی در افغانستان موافق هستید؟ البته نباید فراموش کنیم که افغانستان تازه از یک تازه 3 دهه یا 4 دهه جنگ پشت سر گذاشته، هنوز هم ما در جنگ هستیم، در حالت گذار قرار داریم. شاید هم دقیق باشه بعضی کسایی که شکایت میکنن، البته تلاش های زیاد جریان داره تا بتونیم که نصاب تازه بسازیم، کریکولم تازه بسازیم و استادا بیشترشون تلاش میکنن تا برنامه‌ای خوبتر داشته باشه، ظرفیت‌ها را بلند ببرن. ما در پوهنتون کابل داخل بگویم بیشتر استادای جوان که داریم که ماستری دارن، البته پیش از استادای دیگر رو داریم که درجه های تحصیلی دکترا و ماستری دارن. بله. و بیشتر تلاش میشه امروزه که ظرفیت‌ها بلند بره تا حداقل اینی می شکایت‌ها از اینا کاسته شود و یک ظرفیت خوب ایجاد شود. من هستم یکی از استادانی که در این پروسه تبادل مؤثرین استادان شامل هستند. در طول دهه آینده که به نظر میرسه تمام کمک جانی روی انکشاف معارف و بازسازی تبانه‌های جامعه در افغانستان متمرکز است، تا چه حد افزایش پروگرام‌های از این مدت و شاید برای بیشتر از 3 ماه مؤثر ارزیابی میکنند در بخش آموزش در قبال سیستم تحصیلات عالی؟ خیلی زیاده، مخصوصا که شما گفتین یک دهه آینده که دهه تحول است برای افغانستان، خیلی ما نیازمند ظرفیت سازی هستیم در افغانستان با. که باید در هر بخش تلاش شود تا ما بتانیم خود به جامعه جهانی ثابت بسازیم که ما از این پس حداقل نه تنها در بخش امنیت، در بخش های دیگه هم ما میتونیم ظرفیت هایی را ایجاد کنیم و میتونیم که افغانستان آیندهش بهتر بسازیم که در مجموع نیازمند برنامه های خوب تحصیلی هستیم، خصوصا خارج از افغانستان برنامه که برنامه مستری برنامه دکترا نه تنها بر استادا بلکه بر محصلین هم تا بتانیم ظرفیت ها را بهتر بسازیم، تا هر زمان که ما ظرفیت خوبتر داشته باشیم میتونیم پیشرفت خوبتر کنیم. ما به این باور هستم. ممنون و تشکر از شما آقای اجمل که با گروهی از محصلین استادان با استودیو صدای آمریکا تشریف آوردین. خانم موفقیت شما در این برنامه تبادله هست. ممنون شما. تشکر از وقتتون. تشکر.